کشورهای قدرتمند جهان و منطقه، بازیگران اصلی روند آشتی افغانستان، زلمه خلیلزاد بیوقف و دوامدار کشورهای همسایه افغانستان را برای آمدن صلح و ایجاد اجماع منطقوی دور می‌زند. به نظر می‌رسد که هم افغانستان و هم طالبان مایل به گفتگوهای آشتی و اجماع منطقوی در حال شکل گرفتن. واشنگتن با فرستادن نماینده ویژه برای صلح افغانستان نخست چراغ سبز را روشن کرد و روسیه هم با برگزاری نشست مسکو نقش خودش را برملا ساخت. در منطقه تهران، اسلام آباد، دوحه، ریاض، تاشکند، دوشنبه و امارات متحده عرب دست همکاری برای صلح کابل ظاهرا دراز کردند و این کشورها به گونه رسمی و یا غیر رسمی با طالبان هم تماس داشتند. تماس ها میان طالبان و ایالات متحده و میان کشورهای منطقه و طالبان همه آنها فقط به منظور یک هدف انجام می شود. آن هم برای سرعت بخشیدن روند گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان و برای مساعد ساختن زمینی گفتگوها میان دولت افغانستان و گروه طالبان. در اوج چاره سازی های حکومت برای صلح با طالبان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور هم به چین، عربستان و امارات عرب سفر کرد. در شهر دبی با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان نیز دیدار و گفتگو کرد. در حالی که ملا غنی برادر در همین چند روز اخیر به دوحه رفته است و خلیلزاد که در رهایی ملا برادر گفته می شود نقش داشته، در سفر چهارمش برنامه رفتن به قطر را مشخص نکرده است. همزمان با این سفر ملا برادر به دوحه هم از سوی طالبان تایید نمی شود. هغه څه چې طالبانو ته ډیر مهم ده د خارجانو د وتلو تقسیم اوقات ده، ولی تر اوسه هم امریکایان له همدې موضوع نه ځان یو بلې خواته کوي او بالاخره د ابوظبي له غونډې وروسته د قطر غونډه هم د امریکایانو لعمل لغو سول. حکومت افغانستان بر ایجاد اجماع منطقوی تاکید می‌ورزد. این گروه‌ها نه تنها دشمنان مردم افغانستان بلکه دشمنان کشورهای منطقه و جهان است. در مقابل دشمنان مشترک ما نیازمند تلاش مشترک و همکاری مشترک هستیم. در کنار کشورهای منطقه، مسکو و واشنگتن هم با عنوان دو قدرت جهانی از صلح افغانستان چه سودی را انتظار خواهند داشت؟ اگر ما تا امروزه به صلح دست نیافتیم، دلیلش عدم تصمیم و عدم قاطعیت ایالات متحده آمریکا در راستای روند صلح افغانستان بود. آگاهان به این باورند که اگر این اجماع تقویه شود و بر راه کار عملی از سوی کشورهای منطقه مبدل شود، بدون شک راه رسیدن به صلح آسان و امکان پذیر خواهد شد.